سلام، به کانال باربر یوسف خوش اومدین. من یوسف هستم و هر روز ساعت 8 شب ویدیوهایی در رابطه با آموزش آرایشگری در کانال یوتیوبم قرار میدم که میتونید تماشا کنید. لطفاً اگر هنوز مشترک کانال نشدید اون دکمه قرمز رنگ سابسکرایب رو بزنید، عضو کانال بشید، زنگوله کنارش هم بزنید که به محض اینکه ویدیوی جدیدی گذاشتم برای شما بالا بیاد و شما مطلع بشید. همونطور که گفتم برای انجام فید ما باید حجم موها رو در نظر بگیریم. یکی موش کم پشته، یکی پر پشته، یکی هم هست که متوسطه و برای انجام فید باید اینا رو در نظر بگیریم. خب این فید، پر پشت، متوسط و کم پشت. موی پر پشت، متوسط، کم پشت. خب یه دیاگرام سرپایی میکشیم. این مثلا سره. خب این یه سره، این پر پشته، میبینی؟ پر پشته. اینا موهن دارم میکشم. خب بخوام به شما یه چیزی نشون بدم که شاید بهش دقت نمی کردیم ولی از این بعد باید بهش خیلی دقت کنید. این یه موه پر پشته. این هم یه موی متوسطه که میخواییم بکشیم. متوسطه. حالا بهتون میگم که چقدر این شمارهایی که روی ماشین میذاریم برای هر حجم مویی مهمه و بهتون میگم مثلا اگر روی شماره یک، شماره 3 میلیمتر رو روی این مو بذاری ولی همین شماره 3 میلیمتر رو روی کم پشت بذاری، موی کم پشت بذاری چی بهت تعبیر میده. در مورد تمام اینا میخوایم صحبت کنیم، خیلی مبحث مهمیه. دیاگرام هم زیاد جالب نیست ولی خب کارمون را میندازه. حالا میریم برای موی کم پشت. یکم این نقاشی ها زمان میگیره ولی خب دیگه تمام شد. حالا یه موی پرپشت داریم، یه موی متوسط داریم، یه موی کم پشت داریم. میخوایم براشون فید انجام بدیم. باید چی کار کنیم؟ مثلا ایشون میگه آقا میخوام یه فیدی برای من بزنی که زیاد سفید نشه. مثلا با 3 میلیمتر شروع کن. این آقا هم میگه میخوایم برام یه فید بزنی که موش کم پشته. میگه میخوام برام یه فید بزنی که زیاد سفید نشه. خب شمایی که شماره 3 میلیمتر رو برای موی پرپشت میزنی نمیتونی همون رو برای موی کم پشت بزنی. دوتاشون اگه میخوان سفید نشه دور سرشون یه فیدی بزنی، آقا سفید نشه زیاد، نرمال باشه. تو اگر به این 3 میلیمتر رو که برای همین موی پرپشت زدی برای موی کم پشت بزنی چه اتفاقی میفته؟ سرشون سفید سفید میشه. حالا بهتون میگم، ببین فکر کن این شماره روی ماشین اسلامونه، سوار کردیم، اینو سوار کردیم و برای ایشون با شماره 3 میلیمتر زدیم. میبینی یه فید زدیم، یه فید زدیم از کم رفته توی زیاد. آره. میبینی بازم پره، بازم پره. چرا؟ چون مو پرپشته، مو پره، فضای خالی نداره، فضای پوست سر نداره، پره، همش مو در اومده. ولی حالا همین شماره 3 میلیمتری که برای ایشون زدیم
مثال میایین روی سر ایشون میزنین. ببین توی سرش خالی شد، پوست سر اومد بیرون. میبینین هم تو همین تصویر هم مشخص، ایشون ببین پر موهاش، با اینکه کوتاه کردیم پر نشون داده میشه، تیره میزنه، ولی روی سر ایشون که کم پشته همین شماره 3 میلیمتر رو زدیم سفید کرد. نرمال حد وسطه، میدونید شما روی 3 میلیمتر هم بزنید زیاد اونجوری سفید نمیشه، میبینی زیاد سفید نمیشه. اینم همش من پاک کردم. روی موی نرمال زیاد سفید نمیشه و کارمون بد نمیشه، ولی موی نرمال هم باید رعایت کنیم، بدونیم که چه اندازه میزنیم. اگر با 3 میلیمتر زدیم برای مثلا موی نرمال، شونه 3 میلیمتر رو که روی ماشین گذاشتیم، گارد ماشین هم تا آخر باز کنیم که با موی پرپشت مثل اون بشه، خب یعنی زیاد سفید نشه. میبینید موی نرمال هم اونجوری خالی نمیشه، ولی موی کم پشت سفید میشه اگه رو شماره رو بزنیم. بچه این آموزشاتی که من هر روز ساعت 8 شب میذارم حتما نگاه کنید، اینا به هم وصله، اینا به هم وصله. یکیش جا میندازی مبحث رو به کل قاطی میکنی، پس سعی کن تمام ویدیوها رو نگاه کن چون به هم دیگه وصله و من میذارم. پس ما باید بدونیم که وقتی میخوایم یه شمارهی بزنیم حجم موها رو باید در نظر بگیریم. اگر حجممون پره یه شماره میزنیم برای اینکه مثلا سفید نشه، ولی اگه کم پشته یه شماره بلندتر، مثلا برای اینکه کم پشته وقتی میگه واسه آقا میخوام سفید نشه، شما به جای 3 میلی متر باید شماره 4.5 میلی متر بزنیم. بعضی موهاشو خیلی کم پشت داره، باید با چش نگاه کنی متوجه بشی. بعضیا شماره 6 میلی متر رو براشون میزنی ولی تازه انگار روی موی پرپشت 3 میلی متر زدی. متوجه شدین؟ یعنی 6 میلیمتر روی موی کم پشت مثال 3 میلیمتر روی پرپشته. اینجوری بهت جواب میده. پس باید حواست باشه که حجممون چجوریه، مو نازکه، مو زخیمه، اینا رو باید خیلی توجه کنیم. این یه مبحث خیلی مهمی بود در فید زدن که ما باید رعایت کنیم این چیزا رو تا باید که یه فید خوب تحویل بدیم. این خیلی مهمه. و شونه عوض کردن هم در موی کم پشت خیلی مهمه. شما اگر بالفرض شماره مثلا با 1.5 میلی متر شروع میکنی، پشتش مثلا 3 میلی متر رو 3 میلی متر رو میندازی روی موی پرپشت متوسط، روی موی کم پشت نمیتونی این کارو کنی. شما اگه مثلا روی موی کم پشت شماره 3 میلی متر رو انداختی، بعدش باید با شماره چی شروع کنی؟ با شماره 6 میلیمتر شروع کنی که بتونی تو این فضای کم فید رو در بیاری. پس تراکممون خیلی مهمه، به تراکممون باید توجه کنیم. امیدوارم که این آموزش به دردتون خورده باشه و اون چیزی رو که آموزش دادم بگیرید از این ویدیو. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله هم فعال کنید که براتون ویدیو میذارم بیاد بالا. تا درودی دیگر، بدرود.